چند قبل مذاکراتی که محترم مستر جنرال عطا محمد نور داشتک باز با خود رئیس شخص رئیس رای جمهور این پیشنهاد داشتند. در این پیشنهادشان بود که اگر در صورتی که خواستای از آب برآورده شد و استعفایشان میشه شد و یکی از خواستای از آب بودن. و اولین تماس یا زنگی که بر شما رسید که شما بیاین به پست کار کنین چی زمانی بود و از طرف کی؟ از طرف ریاست جمهوری پیشنهاد شده و برادرها میشه بر من زنگ زدن که خودت باید بیایی. در سابق هم چون همین توافق بود من به همین نظر بودم که توافق شده آمدم و بالاخره صورت گرفته. همزمان با گماشته شدن شما در پاس دیشب حزب جمعیت اعلان کرد که اجالتاً با رفتن آقای نور از پست ولایت بلخ موافق نیستن. نظر شما در این مورد چی است؟ معلوم کسایی که گپ زده باشه نظر خودشان از دیگه من چیزی گفتن نمیتونه نظر ما. و شما هم که عضو حزب جمعیت هستید؟ بله ما عضو جمعیت هستیم. خب سالهای بسیار متمادر دور بودیم دیگه و جلسه که گرفتم و جلسه اونها حضور نداشتیم دیگه و تصمیمی کسی که گفته باشه تصمیم خودش هست. گفته شده که شما دوست خوب با برای آقای عطا محمد نور در زمان جهاد مقاومت بدین و در یک جبهه می جنگیدین. حالا همین روابط صمیمانه و پایدار است؟ بله بله این روابط صمیمانه است. برای همین که وعده است هیچ کسی از این برادرای ولایت بلخ هم کسی تشویش نداشته باشه. گپا و خدا نخواسته کشیدگی هم خونید بعض نزاکت هایی که است در بین خودی شخص عطا محمد نور و دولت مرکزی است که برم انشالله بزودی حل میشه قابل تشویش نیست انشالله. حزب جمعیت بازم گفته که چون مواد توافقنامه عملی نشده بناهن حتی دیشب آقای عطا محمد نور گفت اگر دولت متوسل به قوی قهریه شود با واکنش مشابه دست خواهد زد. خود دیگه او گپ خودشان است برای شما چیزی گفتن همه. ولی شما ولی بلخ تعیین شدین باید برین سر کار. خب ما خود تعیین شدیم و حکومت مرکزی هر دقیق تصمیم گرفت ما میریم سر کار. شما بر چی وقت اراده دارین؟ بر چی وقت پلان دارین؟ پلان ما فقط منتظر به قمانده حکومت مرکزی است.